سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم اتاق تجارت و صنایع میگوید که هنوز هم زورمندان و مسئولان محلی سکتور خصوصی باجگیری می کنند مسئولان این اتاق میگویند که 70 درصد عواید به جیب های افراد شخصی و بقیه به خزانه دولت وارد می شود اما وزارت مالیه میگوید که سهولت های بیشتر را برای سکتور خصوصی ایجاد کرده با اینجا برای بحث بیشتر احمد رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات با ما هستند پوپال صاحب سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید بسیار زیاد تشکر از اینکه مرا دعوت کردین سلامت باش. سلام به شما و بینندگانتان سلام آقای پوپال دقیقاً بر ما بگوین که سرمایه سکتور خصوصی تا چه اندازه میتونه در امان باشه خب ما البته از بحث امروز اگر آغاز بکنیم ما امروز یک کنفرانس بسیار موفق داشتیم که در او از تمام افغانستان البته افرادی که دعوت دو... شده بودن اشتراک کردن هم از بخش صنایع و هم از بخش تجارت همه ایشان البته مو نظریات خودان و پیشنهادات خودان امرای ما شریک ساختن و هدف اساسی از این کنفرانس هم بود که یک هماهنگی خوبتر و بهتر امرای سکتور خصوصی به وجود بیاریم طبعا مشکلات وجود داره و ما هم با هم کار باید بکنیم که همو مشکلات حل بسازیم وزارت مالیه خوشبختانه در این سالهای آخر کارهای خیلی خوبی را انجام داده که باعث از می شده که اواید افغانستان نسبت به گذشته بیشتر شود بالا بره و همچنان البته سهولت بیشتر به سکتور خصوصی به وجود بیه البته ما سیستمایی که استفاده میکنیم وقت کمتر می گیره که اموال در گمرکات محصول شود و ترخیص شو از و همچنان برنامه های آینده ما که هست در مجموع تمرکزش بالای استفاده از تکنولوژی است تا بتونیم سهولت بیشتر برای بخش سکتور خصوصی ما با وجود بیاریم تا یا بتونن کارهای خودان به شکل خوبتر و بهترتر رونق بدن بسیار خوب در نشست امروز مورد که بیشتر مورد بررسی قرار گرفت کدام مورد بود که شما اشاره کردین دقیقا حالا بر حلش چراهایی میتونه وجود داشته باشه و چه از این میتونه که عملی بشه خیلی خوب البته موارد مطرح شد از طرف ما که قبلا هم بخش سکتور خصوصی بالایش بحث شده بود یکی از اون مواردی است که ما باید تعرفه را صد در درصد در تمام افغانستان به شکل یکسان تطبیق بسازیم. مورد دوم است که ما سکتور خصوصی خواستیم که اسناد اصلی را البته اگر این وایس اس پکینگ لیست است و تمام مو اسنادی که لازم است به خاطر مراحل گمرکی البته اصل از را با گمرکات شریک بسازند تا ما بتانیم به اساس و مو اصل اسناد تا این مراحل گمرکی و مبلغی که لازم است یا باید پرداخت بکنن او رو محاسبه بکنیم از پیشان بگیریم مورد دیگه که البته مسئله زیادتر انتقال اموال است مسئله سرکای ما و شما است که سرمایه ملی است خواست ما زیادی بود که قوانین و مقرراتی که در بخش ترانسپورت است البته وزن معینی که تعیین شده از او بیشتر اموال باید در عراضات نبرن. و اما قوانینی که در بخش ترانسپورت است او بکنن پلیت های موتر های آرادجات به جایشان نصب باشه تا از سوی استفاده جلوگیری شد و مورد چهارم که البته دو جه مورد بحث قرار گرفت مسئله چطور ما میتونیم جلو قاچاق بگیریم از اینکه سرحدات باز داریم از یا خواستیم به جای که اینکه پول به افراد اشخاصی که البته در دولت کار نمیکنن کنن مافیا هستن بر از وابو خوبتر است که بیاین از رای قانونی از سرحدات ما به شکل درست اظهار بکنن و تای مراحل بکنن تا برشان باز در آینده مشکل با وجود نبی بسیار خوب حالا پیشنهاداتی که شما داشتین چقدر میشه که او عملی بشه و دقیقا حرفایی که گپایی که دقیقا بازار داشتن که یعنی بعد از این میتونن قانون عمل بکنن نظر به تجارب گذاشته چقدر اونا میتونن که قانونی عمل بکنن خوبی کانفرانس یک آغاز خیلی خوب است تفاوت از این کانفرانس با برنامه گذشته ای است که ما یک تعهدنامه نامام در آخر بسا. البته با اتاق امضا کردیم با ارسی اتاق و امیدوار هستیم که مو مواد تعهدنامه در آینده از دو طرف تطبیق شود تا ما بتانیم جلو امیس و استفاده و همچنان سهولت بیشتر خلق کنیم به بخش تجار ما و در ضمن چون که این یک کانفرانس هست که با بار اول از طرف گمرکات ما چون که زیر چتر وزارت مالیه کار میکنیم با بار اول هم یک پروگرام برای انداخته شده یکی از مواد تفا... تعهدنامه تعهد است که ما باید در هر شش ماه یکی از این برنامه را داشته باشیم تا ببینیم که چقدر تانستیم تانستیم که مو مواد تعهدنامه نامه را به شکل درستش تطبیق بکنیم حالا یک مورد دیگر مطرح میشه که یعنی چه باعث شد که شما بتونیم همچون کنفرانس را دایر بکنیم؟ خوب ما میفهمیم که مشکلات وجود داره متاسفانه البته چالش ها زیاد است خاطر از اینکه ما همگی یک جا کار بکنیم لازم است که یک پلتفرم به وجود بیه و یک تعهد باشه و خوشبختانه همین انگیزه در وزارت مالی البته سطح دولت هست و ما ام اون پیشنهادات ما را خواستای ما را البته به شکل رسمی هم از سکتور خصوصی خواستیم تا امرای ما همکار شوند بدون از همکاری از یا وضعیت تغییر دادن ممکن نیست البته خیلی مشکل است بسیار خوب حالا بعد از این کنفرانس دقیقا شما چه فکر میکنید که نتیجه چگونه خواهد بود چقدر تجار بعد از این میتونه که با شما همکار باشه و چقدر رونا میتونن طبق قانون بعد از این عمل بکنن خوب ما خوب امیدوار هستیم که همه برادران ما که در بخش تجارت مشغول هستن صنعتکار هستن یا خواهرای که هستن همهشون مطابق قوانین افغانستان امو کارهای خودان به پیش ببرن اگر کارهایشان مطابق قانون باشه مطمئن باشین که به بسیار سادگی کس از خواهان البته اخوازی هم نمیتونه شده و اگر کارشان قانونی نباشه طبعا امی خودش یک بهانه خیلی خوب میشه که ادارات و یا افراد مشخص از یا اخوازی بکنن دیگه ما البته امیدوار هستیم که بعد از تدبیر از این کانفرانس یک تغییر مثبت به وجود بیه ما هم از یا همکار هستیم چون که در کانفرانس هم برشان بسیار واضح گفتیم بالای ما حساب بکنن و ما در خدمتشان هستیم از وزیر سایب مالیه گرفته و تا تمام مقامات و مسئولین وزارت مالیه <تصفح> مشخصا ریاست اومی گمرکات ما به صفت رئیس اومی گمرکات از جامعه میخوایم که مواردی که مربوط به با گمرک باشه او را با ما شریک بسازن همکاری بکنن تا ما بتانیم جلوی از مصوی استفاده قرار را بگیریم تا حالا یکی از چالش های امده که تجار افغان داره است که اونا بیشتر شکایت از افغازی های غیر قانونی دارن. دقیقاً بر از اینکه جلاوی اخوزی های غیر قانونی گرفته شود دقیقاً شما چه برنامه هایی دارین آیا بعد از این پلان هایی دارین که دقیقاً جدی جلاوش گرفته بشه ما خواهش ما این است که البته اگر محصول به شکل درست پرداخته شود بسیار مشکل خواهد باشه که افراد و اشخاص اخاذی بکنند طبعا به ها در بای ساحات که البته ساحات ناامن است از طرف باز افراد اشخاص شاید صورت بگیره ولی در بخش رسمی ازی البته ما باز هم تاکید میکنیم که باید اموال مطابق قانون افغانستان چون که اظهار اموال از طرف خود تاجر صورت میگیره اگر اظهار اموال به شکل درستش باشه به شکل حقیقیش باشه شما مطمئن باشین که باز امو آزیت آزار بعدن صورت گرفته نمیتونه دیگه خواهش مایی است که هم ادارات مربوطه در این بخش چون که ما تنها در ساحه گمرک هستیم خوشبختانه در این کنفرانس از تمام ادارات نماینده هایشان به سطح موین صاحبا رؤسای عمومی حضور داشتن و در آخر از این کنفرانس هم ما یک بحث آزاد داشتیم که تجار محترم تانستن اما موارد که یا مشکل داشتن با موی ادارات او مطرح بکنن و سوی مسئولین مربوطه جوابات ارائه شد ما انشالله خواهشمند هستیم که اینمی ادامه پیدا بکنه تا مشترکن رای حل به بعض از مشکلات ها داشته باشیم ولی در گمرکات ما برتان بسیار به سراحت میگیم که ما این وضعیت بر ما قابل قبول نیست ساحات که آخازی و سوی استفاده میشه جلوش باید گرفته اما یک موضوع دیگر که امروز اتاق تجارت مطرح کرده این است که 70 درصد از عواید به جیب زورمندان و افراد شخصی میره یعنی در اینجا 30 درصد دیگر میمونه که به خزانه دولت وارز میشه اه. دقیقاً این چقدر میتونه حقیقت داشته باشه ما یک موضوع را میخوایم به احترام شما و دیگر بینندگان که البته ما وقتی که عدد و رقم را ارائه میکنیم باید اساسش بگوییم نمیتونیم که هر جای یک عدد از خود بگوییم و بعدا باز او رو میدیا بگیره و بالایش بحث بکنه خواهشمند هستم که شما از طریق خود خبرنگارای عزیز ما بخش میدیای ما از مو افراد باید بپرسن که وقتی عداد ارائه میکنن احساسش کجا هست ما نمیتونیم که یک دو اراده ببینیم و به اساس یک دو اراده تخمین بکنیم و بگوییم که 70 فیصد یا 60 فیصد یا 50 فیصد یا 20 فیصد اواید افغانستان به جیب افراد اشخاص یعنی شما این موضوع رد میکنید؟ من البته در رقمش مشکل میبینم این رقمش که رایه میشه باید یک احساس داشته باشه ولی این رد نمیکنیم که ما مشکلات داریم هیچ کسی رد نمیکنه و ما همیشه ایره گفتیم یعنی آقای پوپل تا چه شما فکر میکنید که چقدر این درصدی میتونه به نظر ما زدن به چون که ما کدام عدد در سیستم درج نمیشه بسیار مشکل است که ما یک ادعا بکنیم ادعایی بکنیم که با ثابت ساخته نتانیم اگر پول خازی صورت میگیره ارقام اعدادش که در یک سیستم در یک جای واضی درج شده باشه وجود نداره و باید ایره رد نکنیم که مشکل وجود داره رد نمیکنیم ولی یکی ای به این اندازه یک کس او یا مطرح بکنه که 70 درصد فکر میکنم که اصلا درست نخواد باشه حالا دقیقا چالش هایی که تجار افغان دارد در کنار باجگیری ها دیگر کدام موارد میتونه وجود داشته خوب مشکلات تجار محترم ما درک میکنیم بعضی موارد هست که پس ارتباط میگیره به بخش آگاهی آمه یک تعداد از تجار محترمین ما که در بخش های مختلف مشغول هستند البته از قوانین افغانستان بسیار درست فهم درست ندارن قوانین و طرز عملها و مقررات که هست این خودشان باعث شده که یک مشکل با وجود بیاره و یک تعداد تاجرای ما خودشان اظهار نمی البته اظهارشان از طرف کمپانی و یا افراد به نام کمیشن کار صورت میگیره ما خواهش ما است که خود تجار اظهار بکنند تا امو افرادی که استفاده جو در بین هستند جلو از وا گرفته شود به خاطر از این کار ما البته تمام افغانستان در تمام گمرکات میزای کمک را فعال کردیم و بارها از سکتور محترم خصوصی خواستیم که به جای ازی که البته به یک شخص یک کمیشن کار یا یک کمپنی اموال خودانه بدن خودشان اظهار بکنه از جواز خود استفاده بکنه اگر از به قوانین مشکل دارن ما خوشبختانه اکادمی گمرکات داریم در اوج برنامه های آموزشی برشان داریم به خاطر آگاهی ها البته ما در هر ما یک برنامه داریم میتونن یا بیاین از سیستم ما مو یوزر بگیرن و خودشان اظهار بکنن بسیار خوب دقیقاً کمکی که شما قبلا یاداور شدین چقدر در سیستم میتونه سهولت بره و شما قبلا یادآور شدین که میخواین تکنولوژی را پیشرفته تر برای سهولت کارها دقیقاً این کار آغاز دقیقاً ما در بخش میز کمک یک البته یک انتخاب بر از خود از یا قبلا می تانستن مطابق قانون یا خودشان اظهار می یا کمیشن کار البته اجباری نیست مکلفیتشان نیست یا می که کمیشن کار اختیاری خودشان استخدام بکنن ولی آل ما یک انتخاب سیومی هم داریم که او میزای کمک است از او استفاده بکنن اگر خواسته باشن در بخش تکنولوژی خوشبختانه ما میال دو پروژه بسیار مهمی رو روی دست داریم که در دو ماه آینده تکمیل میشه ترازوهای دیجیتالی را داریم که البته او با سیستم اسیکورا مستقیم وصل میشه از جلوگیری از تغییر وزن میکنه دوم مسئله کمره های ما است که ما در پنج گمرک کلان ما به بار اول در ساعات که تشریح و بررسی صورت میگیره کمره ها البته نصب میشه و هدف کمره هایی است که نظارت بیشتر ما بالای از ساحات داشته باشیم و این پنج گمرک ما و شما پنج فیصد از تمام تجارت افغانستان را تشکیل میده اینه یعنی به این معنی با نصب از, از کمره ها ما و شما اونمو امواردات که داریم یا صادراتی که صورت میگیره او را نظارت بیشتر بلاش داشته می باشیم در پهلوی از این ما البته امو سیستم خود در ساحات که البته قبلا نداشتیم باز ولایت ما است که در وجه معاملات تجارتی کمتر است واردات و صادرات فرضاً ما مثال میتم در بدخشان یا فرزند تخار سیستم اسیکورا تا حال وجه البته انکشاف نیافته و ما در این سال در برنامه خود داریم در دا پکتیکا داریم بخیر و در پکتیا که به موی ساحات سیستم اسیکورا به شکل مکملش انکشاف پیدا کنه تا ما بتانیم از سیستم قلمی به مو شکل درستش که دیگه ولایت است از سیستم خود استفاده بکنیم مورد خیلی خوب اشاره کردین ولی ترازوهای های دیجیتالی چقدر میتونه نتیجه مثبت داشته باشه قبلا این وزارت ترانسپورت فکرم تجربه کردن آه. و در حال حاضر هم تقلب صورت میگیره یعنی ت... چقدر میتونه اینجا افراد مسلکی گمشته شوه و چقدر نظارت باید صورت آه، خوب خوبیش است که ترازوی قبلی با سیستم وصل نبود یعنی <تصفح> یک اراده که استاد میشد باید یک فرد در سیستم و عدد داخل میکرد فرض یک برادر میامد که 100 تن باشه اول خود 100 تن بگیم 40 تن باشه 40 تن او را میتونست که 30 تن بسازه خوبی ترازوی دیجیتال است که مستقیم وصل از با سیستم فرش است وقتی که اراده می آید بالای استاد میشه بدون از که شخص در او داخل باشه خود سیستم انتقال می اگر اراده فرضا سی تون باشه در سیستم اتومات سی تون می او را کس تغییر دادن می کنه می کنه البته میال تدبیق میشه <applause> پروژه در حالا تطبیق شدن است یک تقریبا 70 فیصد کارم تکمیل شده ما تا دو ماه آینده ای البته مکمل در مده سرحد ما که البته بیشترین معاملات صادرات و واردات ما است او را ما البته مکمل میکنیم و انشالله با تکمیل شدن از ما مطمئن هستیم که جلب انمی سو استفاده که در بخش وزن است تغییر وزن است گرفته میشه کمره ها هم چنان ما البته یک مرکز واحد در کابل هم برش در نظر گرفتیم که همو مرکز البته نظارت است و کمان کنترل سنتر ما برش می کنترل و نظارت از میشه و هم هدفش همی است که ما ببینیم وقتی که معمول آمیایه در وقت تشریح و بررسی میره واقعا ببینیم که چقدر از به شکل درست تشریح میشه و اگر ساحاتی که مشکل باشه میتونیم که با استفاده از این یعنی شما نتیجه گیریتان چگونه است که یعنی بعد از نصب این سیستم چقدر جلوه کارهای غیر قانونی گرفته خواهد شد ما, ما باز هم در هم سیستم تکنولوژی خیلی ما و شما را کمک میکنه باز هم همکاری سکتور خصوصی در این بخش بسیار ضروری است ما مطمئن هستیم که با نصب از این نظارت بیشتر میشه وقتی که نظارت بیشتر شوه افراد اشخاص نمیتونن که با آسانی سو استفاده بکنند در بخش وزن خوب ما بیخی انمو اطمینان ما حاصل میشه که کسی نمیتونه در امو ام وزن تغییری را بیاره و همچنان در بخش تشریح و بررسی که است با نصب کمره ها ما میتونیم حاکمیت بیشتر داشته باشیم نظارت بیشتر داشته باشیم و جلو سوء استفاده را بگیریم بسیار خوب و یک مورد دیگر که وزارت مالی امروز گفته که ما سوالات های بیشتر بعد از این بر سکتور خصوصی مهیا میکنیم. یعنی کدام سوالات ها میتونه باشه؟ این مورد بود که شما یاد آور شدین و دیگر برنامه هایی که شما بر برای بر افغان دارین ما به یک برنامه کلانه که کار میکنیم میال خوشبخت نامو ارزیابی اسسمنتش در جریان است یک کمپانی بین ملی استفاده شده با خاطر ازو او امی یک برنامه در واحد ما میکنیم. که تمام ادارات که در گمرکات همراه ما همکار هستند و با هم وصل شد و بجایزی که فرزن یک جنس میایه ما برتان مثال میتیم عدویه که به افغانستان میایه اول به گمرک مراجعه میکنن باید به با لابراتوار فرستاده شو. وزارت محترم ساعت آمه امو تست لابراتوار مربوط از با میشه اینمی کل کار کس به شکل منوال است <applause> که البته باید مکتوب برده شد و برده تکمیل میشه و تصدیق کیفیت از این میایه بعد از او باز ما وجین جنس آنیم مراحل کنیم و ترخیصش کنیم از گمرک با همی سنگل ویندو یا داریچه واحده که ما میگیم سیستم ازی که همیال ارزیابیش در جریان است با نصب ازی که البته یک کار دراز مدت است کوتاه مدت نیست ما میتونیم که یک تغییری بسیار کلان را با در بخش سکتور خصوصی داشته باشیم البته بخاطر چقدر زمان سهولت خب این پروژه چون که شروع میشه آغاز میشه تا تکمیلش شاید سه چهار ساله در بر بگیره مکمل ولی به مرحله وار تطبیق میشه یک دم تمام و ادارات تطبیق نمیشه موارد دیگه که ما البته امیال مرکز خدمات و مشتریان ساختیم و داخل گمرکات رسد و می گمرکات افراد اشخاص قبلا می آمدن امضا خودشان به خاطر تعقیب کارهایشان خودشان مراجعه میکردن آل ضرورت به او ندارن به یک شعبه اسناد خودانه تسلیم میتن پس از البته او را میگیرن یکی از ها بوده که در می آخر بر ازیا در نظر گرفته شده مورد دیگه ای که ما برتون قبل اشاره کردم و ما سرشان کار میکنیم موضوع اما دکلریشن یا اظهارنامه خودشان است که خودشان اظهار بکنن بر ازیا ما البته یوزر داده میتونیم از این استفاده کرده میتان. لازم نیست که افراد اشخاص بگیرن میز کمک برشان گرفتیم در نظر که البته فعال شده از وای استفاده کرده میتونه این جزء بعضی از مثال های از مسهولت است که البته برش اشاره شد خیلی سپاس در پایان برنامه است محمد رشاد پوپل رئیس امید گمرکات از شما در زیر بنا تشریف آورد خیلی ممنون داشت. و بیننده های عزیز حال تاجو کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار بروز کابل یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 64 پول یک یورو 85 افغانی و 15 پول یک پاند انگلیسی 98 افغانی و 11 پول یک در همه مراد بیست افغانی با چهل پول هزار تومن ایرانی شش افغانی با سه پول هزار کلدار پاکستانی پنج و هفت افغانی و هزار کلدار هندی هزار و شست سپاس از همراهیتان تا این دم تا برنامه بعد خدا نگه.